من همبستگی میان هموطنانم را کلید رهایی ایران خواندم. باور من این است که ملت آزاد نخواهد شد مگر همه ایرانیانی که به استقلال وطن خود و استقرار حکومت مردم و قانون معتقدند همدوش با هم در راه رسیدن به هدفهای مشترک گام بردارند. آینده ایران، آینده شایسته مردم ما در گروی این همبستگی است. اما چگونه میتوان نه تنها به آرمان و سخن بلکه در عرصه پیکار و عمل همبسته و همدوش شد؟ به عقیده من ما هنگامی همبسته خواهیم شد که از خود بیرون آییم و غرق در ایران شویم. دیگر در برج عاج خود ننشینیم، یک بودی نیندیشیم و تنها از دریچه محدود چشمان خود به ایران نگاه نکنیم. همبسته آن وقت خواهیم شد که خود را افراد تفکیک ناپذیر یک ملت، یک تاریخ و یک سرنوشت بدانیم. منطق خشک و حسابها و منافع گروهی و مسلکی را مهار بزنیم و از احساسات غریزی خود به عنوان یک ایرانی، به عنوان عضو یک خانواده بزرگ و کهن الهام بگیریم. ملت را جانشین من کنیم. درود بر همیهنان بزرگوار، سرباز تکاور حمیدرضایی هستم از کمپین بازگشت شاهزاده، جنبش ملی آزادی خواهان ایران و ارتش ملی ایران، ارتش شاهنشاهی، در خدمت شما و میهمان خانه های پرمهر شما. همیهنان عزیز، سه شنبه پیش رو، یعنی دو روز دیگر، سه روز دیگر، معلمین مجددن در سرتاسر کشور به خیابان خواهند آمد. انتظار می رود تمامی دانش آموزان، تمامی دانشجویان، کارگران، بازنشستگان، مالباختگان، بازنشستگان ارتش ایران، جانبازان، شریفترین قشر جامعه و محرومترین قشر جامعه، رانندگان و همه و همه در این تجمع حضوری گسترده و عمومی و همگانی داشته باشند، کوچک و بزرگ، به همراه خانواده های خود. شمای کارگر، فرزند شما به مدرسه می رود، پس فرزند شما نیاز به آن معلم دارد. معلم است که آینده فرزند شما را در مدارس رقم می زند. شمای راننده، فرزندت به مدرسه میره، معلم است که فردای فرزند شما را رقم می زند. شمای بازنشسته، فرزند نوت نتیجت به مدرسه میره. شمای مال باخته، باید مدرسهی وجود داشته باشه، معلمی باشه تا بچه تو بتونی بفرستی مدرسه. تنها راه نجات از این سیاه چاله تاریخی
اتحاد و همبستگی همه اقشار جامعه است، حضور همگانی همه هممیهنان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، با هر تفکر سیاسی. امروز ما هیچ بحثی در رابطه با افکار سیاسی انسانها نداریم. امروز همه ما با هر اندیشه سیاسی یک دشمن مشترک داریم. همه ما از هر کجای ایران که باشیم با هر قومیتی، با هر باور مذهبی که باشیم، یک دشمن مشترک داریم. سرزمین ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران، ملت ایران یک دشمن دارد و تنها دشمن این سرزمین کهن، این ملت سربلند و کهن و ثروتمند آخوند است. این تنها دشمن و تنها موجودی است که خواهان نابودی ایران در کلیت و تمامیت آن است. پس همه اقشار جامعه بایستی در حمایت از معلمین، در حمایت از کارگر، در حمایت از راننده، در حمایت از مال باخته، در حمایت از بازنشسته، در حمایت از جانباز، در حمایت از هم، همه اقشار جامعه بایستی حضور داشته باشید. این تنها راه نجات با کمترین خسارات و کمترین تلفات است. تا زمانی که خواسته های شما صنفی باشه، شعارهای شما صنفی باشه و صنفی تجمع کنید، مطمئن باشید دقیقاً خواسته حکومت را به اجرا گذاشته اید. چون با آرامش خیال سرکوب می کند، جمع می کند، پرونده را می بندد، بخشی را هم بازداشت می کنه و تموم می شه، میره سراغ صنف بعدی. این تجربه گرانی است که در طی این سالها همه شما اندوخته اید. پس چرا از تجربیات خود استفاده نمی کنید؟ کشاورزان را دیدید، کارگران هفت‌تپه، کارگران هپکو، کارگران پتروشیمی، کارگران معدن، مال باخته، بازنشسته، همه رو تجربه کردید، همه رو به شکل صنفی آمدید. نه آقا، من نمیخوام کار سیاسی بکنم، من صنفی حقوقم رو میخوام. حقوقتو گرفتی؟ نه. چماق خوردی؟ بله. بازداشتی دادی؟ بله. گشنه تر شدی؟ بله. هر کسی که پافشاری کنه در این که ما بایستی صنفی رفتار کنیم، به شکلی عامل حکومت است، یا دانسته یا ندانسته در مسیر منافع حکومت داره قدم برمی داره. در نتیجه برای این که بتونیم به یک دستاورد اساسی برسیم، بایستی همه اقشار جامعه در کنار هم بایستند و حضوری گسترده و قدرتمند داشته باشند. در کنار آن نکاتی است که خدمتتون عرض میکنم، خوب دقت کنید. اول اینکه انبوه جمعیت، جمعیت میلیونی، هیچ دفاع نظامی براش وجود نداره. هیچ ارتشی، هیچ نیروی سرکوبگری، هیچ نیروی انتظامی در این جهان هستی وجود نداره که بتونه در برابر جمعیت میلیونی و انبوه جمعیت
ایستادگی کنه. پس میلیونی باید حرکت کنید. دوم، باید بمانید در خیابان. این اصل بسیار مهمی است. شما اگر تصور میکنید الان غروب شد، تاریک شد، بریم خونه، فردا دوباره میوم شروع میکنیم، همون شب یه سری رو تو خونه ها جمع میکنن، پرونده بسته میشه مثل سالهای قبل. اگر میخواد فقط تلفات بدید و خسارات بیشتری ببینید و چوب بیشتری تو سرتون بزنن، آن گونه عمل کنید که در طی این سالها کرده اید. اما اگر واقعا به دنبال آزادی میهنتون هستید، نه به دنبال آزادی خودتون هستید، به دنبال حق حیات واقعیتون هستید، به دنبال حق زندگی کردن و انسان بودنتون هستید، بایستی بمانید در خیابان. زن و مرد کوچک و بزرگ، اون بخشی که در کف خیابان میماند جای خود را دارد، اون بخشی که در کف خیابان نیست بایستی از اون بخش در خیابان مانده حمایت کند و تغذیه برسونه، آب برسونه و از دست بیگانه ها هیچ چیزی رو قبول نکنید، چون حکومت برای مسموم کردنتون، برای متلاشی کردن اون تجمعات دست به هر حربه‌ای میزنه، از آب مسموم گرفته تا غذای مسموم، هیچ ابایی هم نداره، خودتون خوب میدونید. و از این دو مهمتر، یعنی میلیونی آمدن و ماندن در خیابان، و مسئله بعدی که از همه اینها مهمتره و بیشتر از یک سال دو سال دارم تکرار میکنم، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به عوامل حکومت رحم نکنید، چه زن چه مرد، در هر سن و سالی که باشه فرقی نمی کنه، رحم نکنید، چون اونها به شما رحم نمی کنن. پس نمی خوام دوباره بشنوم بسیجی اسولش کن، مگه فرزند شما رو که می گیرن چهار تا مشت بهش می زنن میگن ولش کن؟ دختر تو می گیرن چهار تا مشت می زنن میگن ولش کن؟ همسر تو که می گیرن چهار تا مشت می زنن میگن ولش کن؟ پس برای چی باید ولش کنی؟ هر کسی در تجمعات گفت ولش کن عامل حکومته، اول اونو بزنید، اول اونو ناکار کنید. قبلا هم عرض کردم هر کدومشون هم گیر آوردید حداقل باید یک سال ویلچر نشین بشه، حداقل یک سال ویلچر نشین، چون هر کدوم از اینا رو که از رده خارج کنی ریزش در نیروهای سرکوبگر بیشتر و بیشتر میشه، وحشت بر جامعهشون غلبه میکنه، همون وحشتی که اینا غالب کردن بر جامعه ایران، بایستی به سنگر دشمن ارسال بشه. حداقل یک سال ویلچر نشین و لخت مادرزاد کف خیابان، چه زن چه مرد، لخت مادرزاد کارت شناسایی و مدارکشم جلب بشه تا بتونیم منتشر کنیم گسترده در سطح جهان. اما در کنار تمام این صحبتهایی که کردم خدمتتون، تیمهای محلی که صحبت شده قبلا، همه تیمهای محلی باید وارد عمل بشن، کارها باید تقسیم بشه، یعنی اهالی یک محل که بیرون میان باید مشخص باشه کیا تغذیه میارن، کی آب میاره، وظایف باید مشخص باشه، محل محور باید عمل کنید در تمامی محلات، یعنی زمانی که تجمع شروع میشه و مردم به اون شکل به خیابان میان، معلمین و دیگر اصناف وارد خیابان ها میشن، در تمامی محلات بایستی از خونه هاتون بیرون بیاید و در محلات هم باید آغاز بشه، یعنی 22 منطقه تهران باید تجمع اصلی به جای خودشه، اما باید 50 تجمع در نقاط مختلف تهران هم تشکیل بشه گسترده، تو اینا مجبور بشن نیروهاشون رو تقسیم کنن. و این عاملی است که ما رو به پیروزی میرسونه، چون اینا انقدر نیرو ندارن که بتونن در برابر شما سفارایی کنن. درسته
از نیروهای خارجی استفاده میکنه، چون اطمینان به هیچ وجه به نیروهای داخلی نداره. 95% نیروهای داخلی رو اصلا بهشون اعتماد نداره، 1% کوچکی از سپاه و بسیج رو اعتماد داره، میترسه، از نیروهای خارجی استفاده میکنه، به کمپ‌های ترک اعتیاد میره، جوانهای زیر 25 سال رو جدا میکنه، کسی رو که معتاد بوده و هیچ درآمدی نداشته و در اون وضعیت فلاکتبار زندگی میکرده میاره، داره این کارو میکنه. حکومت جمع میکنه اینا رو از کمپ‌های ترک اعتیاد، 4-5 میلیون بهشون حقوق میده، آموزش میده برای سرکوب مردم. قبلا از اراذل و اوباش و قمکشا و چاقوکشای محله ها استفاده میکرد، الان قمکشا و چاقوکشای محله ها میان میشن رئیس فدراسیون. رئیس فدراسیون زیبای اندام ایران رو نگاه کنید، یه چاقوکش قمکش پنج بوکس هم دستشه، دانشجون هم میزنه با پنج بوکس، عربده کشه. قبلا از این جور آدم ها استفاده میکرد برای سرکوب، الان جوانای زیر 25 سال رو از کمپای ترک اعتیاد جمع میکنه، 4-5 میلیون حقوق میده، آموزش میده برای سرکوب مردم. چند تا کار هست که بایستی انجام بشه، 5 سال دارم تکرار میکنم. حسابهای بانکی رو تخلیه کنید. چند هزار بار گفت این حرف رو شنیده از من تا حالا. حسابهای بانکی رو تخلیه کنید، قبوز رو پرداخت نکنید، حداقل 3 ماه پرداخت نکنید، بعد 3 ماه 1 ماه رو بدید. به جز ارزاق عمومی برای هیچ چیزی هزینه نکنید. چند هزار بار اینو هم گفتم تا حالا. همین بخش پولی که شما هزینه میکنی، این تنفس مصنوعی میدی به این فرقه نابکار ضد ایرانی که بماند سر کار. این خیانت به ملت است، خیانت به ایران است، خیانت به خودت و خانوادته، خیابان خیانت به فرزندته، به همسرته، به برادرته، به خواهرته، به پدرته، به مادرته. هر ریالی که میری هزینه میکنی برای که یه بلوز بخری، یه شلوار بخری، یه کفش بخری، یه جوراب بخری، یه مانتو بخری، یه روسری بخری، برای هر چیزی، یخچال بخری، قالی بخری، مبل بخری، برای هر چیزی که هزینه میکنی داری خیانت میکنی به خودت، به خانوادت، به خانوادت در درجه اول، میهن به جای خودش. پس بجز ارزاق عمومی برای هیچ چیزی هزینه نکنید. شعار نویسی گسترده بایستی مرتب اجرا بشه. عوامل و عناصر حکومت در محلات باید شناسایی شده باشن. 5 سال دارم این حرفا رو میزنم و بایستی آرامش رو از این خانواده ها گرفت. حتی امکان هر وسیله نقلیه مربوط به نیروی انتظامی، نیروی سرکوبگر یا هر نیرویی که مربوط به فرقه نابکار میشه دسترسی بهش پیدا میکنید، نابودش کنید، نه طوری که بتونن 2 ساعت بعد 2 روز بعد راش بندازن، طوری که منتقل بشه به اوراقی، یعنی به درد هیچ چیزی دیگه نخوره. از کوکتل استفاده کنید، به طور بسیار گسترده استفاده کنید، چه در رابطه با موتور سواراشون، چه در رابطه با خودروهای ضد شورششون، چه در رابطه با خودروهای معمولیشون، چه در رابطه با هر نوع حرکتی که نیروی سرکوبگر انجام میده، چه نیروی انتظامی باشه چه هر نیروی دیگری، از کوکتل استفاده کنید به شکل گسترده. و استفاده از کوکتل هم لزوما نباید حتما تجمعی باشه. شما تو روز معمولی هم میتونی یه ماشین مورد حمله قرار بدی تو کوچه، تو محلت، بعدم قید بشی، بردوت کوچه پایین تر یه ماشین گشتی رو مورد حمله قرار بده. این اراذل و اوباشی که به همیهنان کشاورز ما در اصفهان شلیک کردن که فیلماش منتشر شد، آدرساشون منتشر شد با مشخصات، با همه اطلاعات، با عکس،
با فیلم، با تصویر، همه چیش رو دیدید، کجا هستن؟ چرا هستن؟ اینها ضعف عملیاتی ماست. پس هزینه کردن ممنوع. بایستی بازار رو به زانو در بیارید. بله، مغازه‌دار باید اجاره بده، ورشکست میشه، ما باید خسارت بدیم. یه بخشی از جامعه خسارت جانی داره میده. عزیزان ما، همیهنان شجاع ما در صف اول مبارزات جانشون رو گذاشتن. نمونه 4811 نفر در آبان ماه جان عزیزشون از دست دادن، هزاران نفر همچنان در زندان نشستن و مورد شکنجه قرار میگیرن. یکی هم بیزنس شو از دست میده، موقعی که حاضر نیست از همیان خودش، از حقوق انسانی خودش دفاع بکنه به خاطر منافع شخصیش، بایستی باهاشو پرداخت کنه. نمیشه به خاطر اینکه شما میخوای پول بسازی یک جامعه در اسارت و بدبختی و فلاکت بمونه که تو میخوای پول بسازی، تو میخوای در مغازت باز باشه. پس بازار رو بایستی به زانو در آورد. امنیت رو بهتون نشون میدم و صحبت ها رو ادامه میدیم. امنیت در فرقه نابکار ضد ایرانی. خوشحالید که امنیت دارید. روز روشن در امولغرای فرقه نابکار ضد ایرانی، شهر تهران، شماره 1، لطفاً. کاپشن و گیتار رو از دوش جوان گرفتن، کیفش، کاپشنش و گیتارش و بردن. این امنیتی است که شما دارید، این امنیتی است که براتون هدیه آوردن، این امنیت حکومتی است که برای جهان داره عربده کشی میکنه. دیشب هم که مذاکرات دیروز قطع شد و زدن سر زیر میز و سرته کردن 40 نفر مفتخور با عطایار را افتادن اومدن وین، شبی بیشتر از 1 میلیارد تومان فقط پول هتل این اراذل اوباشیست که اومدن وین، بیشتر از 1 میلیارد تومان هر شب. با این وضعیت اقتصادی اینا اومدن مشکل حل کنن. فعلا مذاکرات قطع شد، توافق انجام نخواهد شد. الان حاضر شدن کرج هم دوربین بذارن، هر کاری خواستن گفتن میکنیم، ولی مذاکرات قطع شد. تحریم های بیشتری هم دیروز دوباره اضافه شد به تحریم ها، از این بدتر هم خواهد شد، چون اینا دست از گسترش تروریست بر نمیدارن. اینا مردم رو کردن، مردم به هر حال در واقع اسیر هستن، یعنی گروگان گرفته شده ملت ایران، و تنها کسی هم که میتونه این بازی رو عوض کنه خود ملت ایرانه، چون بقیه دنبال منافعشونن. اگر کمکی هم بکنن منافعشو میخوان. 50 سال آینده رو میخوان غارتتون کنن، غارتمون کنن. پس باید خودمون اقدام کنیم، هیچ کس به کمکمون نمیاد. ملت ایران تنهاست و فقط شاهزاده است. شاهزاده هم که فرمودن امروز ما فقط یک دشمن داریم، بایست این دشمن رو از بین ببریم. در فردای آزادی ایران ملت ایران در پای صندوق رای تصمیم میگیری که چی میخواد. مگر نمیگید دنبال آزادی هستیم؟ بگی چی میخواد از این بهتر. پای صندوق ملت تصمیم میگیره. اونایی که میشینن این مباحث رو مطرح میکنن اصلا دنبال آزادی نیستن، اینا دارن وظیفه شون انجام میدن. وظیفه شون اینه که بازی رو به هم بزنن.
حالا رسانه باشه، آدم باشه، شخصیت شناخته شده سیاسی باشه، بدون نام باشه، با نام باشه، فرقی نمیکنه. کسی که میشینه امروز این مباحث رو مطرح میکنه دنبال آزادی نیست، حقوق میگیره که شما رو سر کار بذاره، کاری که در 25 سال گذشته رسانه ها کردن به زیبایی. خیلی هم شیک حرف میزنن، با ادبیات بسیار زیبا صحبت میکنن، خیلی هم شیک لباس میپوشن، مثل من سرباز بی سواد هم نیستن، قشنگ سیاتون کردن 25 سال گذاشتن دون سر کار. خونه میلیونی داره تو کالیفرنیا یا رو ماشین آخرین سیستم مرسدس داره سوار میشه، تا ساعت 11 صبح خوابه، بعدم بلند شه تو خودش بسازه 2-3 ساعت طول میکشه، آخر هفتهشو میره لاس وگاس عشق و حالشو میکنه. برای چی باید سیستم عوض شه؟ که چی کار بکنه؟ این میتونه برگرده ایران؟ میتونه کار کنه؟ تخصصی داره؟ یا اصلا به درد کار کردن میخوره؟ یا اصلا تو ایران پشکل بارین میکنه کسی؟ اینا همشون میخوان این سیستم بمونه. رسانه هم که دارن، دستگاه هم دارن، همه هم تعظیم و تکریم هم میکنن، هر جام توی هر مهمونی برن همه بلند میشن و همه میخوان باهاشون عکس بگیرن و دیگه چی میخوان از این بهتر؟ برای چی باید بازی رو به هم بزنه بیاد سیستم عوض کمک کنه که سیستم عوض شه؟ اینا هیچ کدومشون نمیخوانی عوض بشه، اینا میخوان این حکومت بمونه. اینجا تنها سنگر سربازاست. دلیلش هم اینه که هیچ کس چک نمیگیره. بنده الان کارم تموم بشه اینا رو در میارم میرم و میسم کارگری میکنم. بیان پروندهشون رو بدن 25 سال گذشته اینا منبع درآمدشون کجا بوده، از کجا درآوردن خوردن، از کجا درآوردن زندگی کردن، از کجا درآوردن این زندگی رو درست کردن برای خودشون، چی کار کردن؟ بیان یکی یکی معرفی کنه. آخوندها رو میدونیم مملکت رو غارت کردن، این جماعت چی کار کردن؟ بیان یکی یکی معرفی کنن چی کار کردن، از کجا آوردن. اینجا ایران است، این سرزمینی است که 9% ثروت جهان مردم زیر پاشونه، سرزمینی است که 1/100 جمعیت جهان رو داره، 9% ثروت جهان زیر پاشه، سرزمینی است که تریلیارد نفت فروخته در این سالها. بچه‌شو یارو داره میفروشه از گرسنگی. نگاه کن شماره 2 بچه فروشی. کدومشونو میخواستی بفروشی؟ بیا اینو میخوای بفروشی؟ اسمش چیه؟ امام الدین. چی؟ امام الدین. امام الدین. بعد اینو چند میخوای بفروشی اینو؟ وجه بریم نه میخرن مو بریم نفروشیم نه میخرن خودم هم پتر دیرو پیم خانه خدیم نمیخرنش؟ نه دیگه نمیخرن. آه چند قیمت نذاشتی؟ نه. بعد این کجا میبری اینو بفروشی؟ میخوای کجا ببری بفروشی؟ من بازار قلیم خود میمین نمی آه میبری بازار؟ آه من دو مرم ناجور دو امکنا نماشه چیزی که پیدا مرکنا بخورم. یعنی همه بچه ها رو اینجوری میبرین تو بازار؟ مورم نفوشن دفش کم دیگه رامنن. همه یعنی بچه میارن دستشون رو میگیرن وای میسن که یکی بخره. آره آبیسی مجبزی که گوش نگیم کی میخره این بچه ها رو؟ نه میخرم مورم اون بفوشن دیدی نه اگه بخره کی میخره؟ من چی بولا رو کنم پول دارا بخره بخره بیه پول که نداره خیرده. حالا دیدی کسی که بچه ها رو بخره؟ بردم نه خیردن خانه بردم پس بردن خانه آبیسی مجبری داشت کنم نوی فرار من دار وطنی مارم آخه این که خیلی خوشگله اینو چرا نمیخرن؟ چی میگه خاله؟ چی میگه خاله تا چی میگه؟ بیلام تو بگی
این ایرانه، ملتی که سال 55 سال 56 طبقه متوسط به بالاش میرفت کلفت از تایلند و فیلیپین میبرد، حالا بچهش باید بفروشه برای که نون داشته باشه، عمامتونو بذارید بالا. لعنت به شما و باورتون، لعنت به شما و پیغمبرتون، به کتابتون، به امامتون، به همه چیتون. اینجا سرزمین من و شماست. مردانگی مونده تو اون سرزمین؟ چیزی به عنوان شرف وجود داره؟ یارو میاد امضا میده که زنشو بدن کرایه، فیلمشو بهتون نشون دادم. این حکومت اسلامیه، لعنت به دین شما، لعنت به پیغمبر شما. این ارازل اوباش رو نگاه کنید، این فاتی رو نگاه کنید، کثافت مطلق شماره 3، امر به معروف، مثلا فضولی در زندگی مردم، نگاه کنید این کثافت رو، افریته رو، شماره 3. بقیه شو ببینی، برای میخوابه، برای میخوابه درو چیز چقدر دیوونه است. ای 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 چه بیعقل، میگه حجابم رایت نمیکنم تا بری. یا اون زنه دمش کم کشیدش کنار، برو 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 حالا رفت فهم چسب. یه که پیدا شد گرفت کشیدش رو زمین، انداختش از جلو ماشین کنار. به اینا رحم نکنید. این برخوردی که دو روز قبل در تهران در مترو با یکی از این امر به معروفیا شد، این درست بود. این یعنی یه کار درست. عمونشون ندید، زن و مرد فرقی نمیکنه، زن باشه، مرد باشه، جوان باشه، پیر باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، فرقی نمیکنه. ظرف 30 ثانیه باید نابودش کنید. این تنها راه نجاتتونه، چون اونا نابودتون میکنن و کردن در 43 سال. بخشی از جامعه که همیشه بایستی مورد احترام باشه، بایستی با احترام با اینها رفتار کرد. جانبازان عزیز، قهرمانان واقعی جنگ، خانواده شهدا، یا ببخشید من گفتم شهدا، خانواده جانباختگان میهن، جانبازان عزیز، اینها قشری هستند که بایستی همیشه و همیشه مورد احترام قرار بگیرن و تأمین باشن. اینها شریفترین بخش جامعه ما هستند. من با این جماعت زندگی کردم، من میدونم اینا چی کشیدن اونجا و من میدونم امروز چه دردی دارن میکشن. یادتونه 4 سال 5 سال پیش اومدم نشستم گفتم از بچه های جانباز جنگ داروشو من دارم براش میفرستم، بهش گفتودن کی شما میمیرید از دستور راحت چین، عادت کردید به مفتخوری کردن. اون موقع هیچ کس حرف منو باور نمی کرد، هیچ کس اهمیتی نداد به حرفی که زدم. جانبازان جنگ رو دیدید چگونه کتک زدن، خانواده شهدا رو دیدید چه به سرشون آوردن. جانبازی رو بهتون نشون دادم که تو چادر داره زندگی میکنه، که زیر پل داره زندگی میکنه با خانواده‌اش. جانبازی که تو زندان نشسته، ده ها جانباز توی زندان نشستن. فریاد جانبازا رو بشنوید. شماره
4. اینها قهرمانان واقعی هستند، نه محسن پپه، نه قاسم جوجو، نه سلامی. اینها یک مشت بی شرف، بی هویت و بی اصل و نسب و کثافت بودن که سوار موج شدن. فقط نگاه کنید شماره 4. قطار رفتیم بارا بگدو سربازای پیاده اینجان کسانی که دنبال میز نرفتن هممون جوونیمونو گذاشتیم قطار قطار رفتیم واند واند دراز کش برگشتیم ایستاده رفتیم و خمیده برگشتیم ولی با شرف رفتیم و با شرف برگشتیم. خیلی خیلی کم بودن که شرفشون رو جا گذاشتن. افتلیارم ما رو فراموش کردن، اومدن چسبیدن به جای پایه دوشگاه به پایه میز ریاست. ما از اونا نیستیم. مردم صدای ما رو بشنوید، به والله تو سری خورتر از جانباز و خانواده ای شهید نداریم. تو رو خدا نگیم ما مفت کنیم. چرا نگیم؟ چرا به ما میگن مفت کن؟ بابا ما انگل جامعه نیستیم، ما جوونیمون رو دادیم، بستا نیستمون رو دادیم. الان هم از دولت هیچی نمیخوای، از بیت المال هیچی نمیخوای. ما میگیم از اون متجاوز بستی خسارت رو بگیریم به ما بدیم. کرامت رو میخواد، کرامت جدید حق مسلمه ما، کرامت جدید حق مسلمه ما، کرامت جدید ما. همه اینا رو میدونن، حکم صدا این دوربینه همه جا بود. نه کجا میره؟ همه رو دادن آخری حسش هم همین. نه امسال داده کرامت داده، کرامت رو باید به داده به اونجا، باید کرامت رو به خود ما. به اینا که پول نمیده سازمان لایحه، به اینا پول نمیده. به اینا که خب دیگه دکتر دولت ایران یک قدم خب دیگه اینا باید اقدام کنن، از لایحه بگیرن. هر روز آدم کنن کنن چیکارش کنن؟ چقدر جمع میشه؟ بدم پرونده هم رو باطل کنم، ما پرونده هم رو باطل کنن اصلا. آقا جانبازی هم نمیخواییم، ما کرامت بدم، ما پرونده هم باطل. هیچی نمیخواییم، ما برامت بدم بریم کنار. ما دیگه پیر شدیم، زندگیمون نمیچرخه، بچه همون بزرگن، عروس داریم، داماد داریم، آقا نمیتونیم زندگی رو بچرخونیم. ایها الناس، ما دیگه واقعا فقر مجد. اینا جانبازه جنگن. بله اون بخشی که جان شیرینشون رو در جنگ از دست دادن و همسرشون احتمالاً زیبایی داشت و جوان بود و حاضر شد تن به یک سری مسائل بده، بله اونا دستبالشون به یه جای بند شد. اما اونی که حاضر نشد تن بده در فقر و فلاکت داره زندگی میکنه، در بدبختی داره زندگی میکنه، در گرسنگی داره زندگی میکنه. اگه یک روزی زبان باز کنن و بگن که چند بار سیغه شدن، با کیا بودن، چه بلایی سرشون اومد تا به رون و آب رسیدن امروز شدن متنول، وقت میفهمید من چی میگم. من اینا رو دیدم با چشمم، من دیدم آخوند به همسر جانباخته راه میان گفت بیا صیغه من باشو تا کارتو راه بندازم. همیهن تنها راه نجات اتحاد و همبستگی است، خیزش ملی است، در کنار هم بودن است همه اقشار جامعه. این وسط اجازه بدید بریم این کثافت بی پدر و مادر و آخوند رو نگاه کنید ببینید چی میگه. نمیدونم موسای کاظمش چیه، از عرازل او باش با شیر حرف میزنه،
نگاه کنید شماره 5 لطفا. موسی بن جعفر علیه السلام صلوات الله علیه ما داشتن از تو بیابونی رد می شدن. بعد طرف میگه یهویی دیدم یه شیری اومد طرف آقا موسی بن جعفر علیه السلام. من در رفتم، امامو تنها گذاشتم، رفتم یه پشتی دیدم آقا موسی بن جعفر این شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بود یه قرشی کرد و شیر رفت. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت زن من باردار است، اومدم در خونه شما، شما رو تو بیابان پیدا کردم، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. و گفتم آقا جون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. خدا شاهده من میگم یه چیزی زده. شاهنشاه ها غلط کردی. شیره اومده در خونه، حساب بکن اصلا عربستان اون موقع اصلا خونه ای وجود نداشت، کپر بوده، یه مش کپر نشین بودن، چادر هم نداشتن، کپر نشین بودن. شیره اومده در خونه اول، بعد دیده امام نیستش، حالا حساب بکن اومده مثلا در کپر امام صادق، بقیه اونایی که مثلا دور بر کپر داشتن چجوری از دست شیر فرار کردن. آخه شما میشنید اینا رو گوش میکنید؟ این باور شماست؟ بفرمود این یکی رو، اینو بارها گفتم همه چیز را به گردن خدا بینداز. یه بار بهتون نشون دادم ولی باید هر روز به شما مردم یادآوری بشه همه چیز را به گردن خدا بینداز. شماره 6 هوایزی، برای فرار از بدنامی توطئه به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن همه چیز را به گردن خدا می اندازی. قیمت دست خداست، قیمت گذاری هیچ دولتی نمی بود، قیمت گذاری به خانه کنم چیز درستابی ازش دارم فقط میشه فساد رو کنم. قرار هستش که قیمت ها کاهش پیدا کنن، درسته؟ دعا کنیم. برجام رو خدا آورد، پیروزی ملت اراده حق بود. غار علی را دست کم نگیرم، ما سحر و جادو چه داریم که اعجاز ذوالفقار علی باطل کنه؟ جهل جماعت را بله به گردن خدا بیاندازید، همون کاری که اینا دارن میکنن. قیمت باید بیاد پایین، دعا کنید خدا باید بیاره پایین. و اون جامعه ابلهی که نشسته به این مهملات داره گوش میکنه، اون دیگه ته احمق بودنه، نادان بودنه، هر کی میخواد باشه فرقی نمیکنه، زن و مرد. توی ایران برای یه نخ مو اونجوری با مردم رفتار میکنن، یارو گفته چه میدونم تو دهن نهنگ سه روز رفته زندگی کرده، یونس کیه؟ خب هر کی بره تو دهن نهنگ سه روز زندگی بکنه خب باید از اون بره نهنگ بیاد بیرون دیگه. یارو چون به این مثلا اعتراض کرده حبس ابد بهش دادن. مثلا برادر خامنه‌ای گفته دانشگاه رو درست کردن که حوزه رو ناتوان کنن، حوزه رو از رده خارج بکنن. آره فرودگاه هم درست کردن، هواپیما هم درست کردن که دیگه کسی با خر نخواد پرواز بکنه. چون همه داشتن با خر پرواز میکردن دیگه. بعد کشوری که با اینا داره
مملکت ما رو داره غارت میکنه و این روش سرکوب رو به اینا یاد میده و کنترل جامعه رو و دوربین های بیشتر و کنترل بیشتر و فشار بیشتر، چین، این کف یه رستوران توی چین نگاه کنید، شماره 7، این کاشی کف رستورانه، هیچ اعتراضی هم بهش نشده. بله، این کاشی کف رستورانه توی چین، جرمی نیست، اشکال نداره، چون ما آفتاب و مور نماز و تسبیح هم داریم از چین میاد دیگه، بعد دنیا رو هم میخوام بگیریم، دنیا رو هم میخوام عوض کنیم. بریم به مصاحبه سردار سپاه نگاه کنیم. سردار سپاه و رسانه میلی، سردار میخواد مصاحبه کنه، منتها خط رو خط افتاده، سردار مشغول آن کار دیگر است. همشون همینه، همشون، فرقی نمی کنه از بالا تا پایین، یک دونه آدم سالم تو این جماعت وجود نداره، از وزیر و وکیل و نماینده و آخوند و غیر آخوند فرقی نمی کنه، کسی که توی سیستمه، یک دونه آدم سالم توی سیستم وجود نداره. اگر هست بیاد بگید این یه نفر سالمه، من بهتون ثابت میکنم که نیست، هر کی میخواد باشه. نگاه کنید شماره 8، اومدن؟ سردار سلام. بله سردار رحیمی جون، الهی بمیرم برای خدا وکیلی، صد تومن میدم، میخوای بیارم اونجا بدم. سردار رحیمی مشغول بود، همه تون همین کسافتید، به همین دلیلم عرض کردم جان باختگان راه میهن، اونهایی که همسرانشون یه بررویی داشتن و سرشکل درست حسابی داشتن و حاضر به آن کار دیگر شدن، اونا وضعشون خوبه، اونا بستن خودشون. اسلامیه دیگه، ضمناً 4 روز قبل در مسابقات جهانی وزن برداری در ازبکستان، دو تا وزن بردار ایرانی، یکی طلا گرفت یکی نقره، رفتن روی سکو که به اصطلاح مدال رو بگیرن، سرود شاهنشاهی نواخته شد بعد از 43 سال. تیم هندبال ایران هم برگشت، یکی از دختران هندبالیست هم پناهنده شد. شقایق عزیز بهش تبریک میگم، براش آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که موفق باشه در تلاش ورزشی خودش در آینده برای زندگی بهتر. و به قول شقایق در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشت گفت، نفر 1.5 میلیارد از اینها وثیقه گرفتن، 1.5 میلیارد وثیقه گرفتن که اینا بیان برای تیم ملی بازی بکنن. البته اینو من میدونستم وثیقه میگیرن، الان شده 1.5 میلیارد. 20 سال پیش پسر برادرم بهم گفت، روح شاد، به دست همین فرقه از بینش بردن تو انگلستان. اون موقع $10,000 می گرفتن. نفر 1.5 میلیارد از این خانوما وثیقه گرفتن که بیان برای تیم ملی بازی کنن. و شقایق برگشت گفت، اگر وثیقه نگرفت بودن همه تیم می موندن، همه تیم می موندن به خاطر وثیقه، چون خانواده هاشون گرفتارن، بیچارا مجبور شدن برگشتن. یه نفر دمش گرم موند. چرا؟ چون ورزش دست کیاست؟ شما نگاه کنید یه آدم درست حسابی تو ورزش میبینید، یه شخصیت مثل ناصر حجازی رو ببینید چه به روزش آوردن تو موقعی که از دنیا رفت، روح شاد. یه شخصیت مثل حسین کلانی، مصاحبهش رو
برنامه قبل براتون گذاشتم، یا بچه‌ای که قهرمانای واقعی، ببینید چه به روز اینها آوردن زندگیاشون رو. بعد کیا اومدن یه مش قمه‌کش و عربده‌کش و چاقوکش و لات و لوت آوردن رئیس فدراسیون زیبای اندام، یارو عربده‌کش قمه‌کش، زنش کلاهبردار حرفه‌ایه، مدرک مربیگری میفروشه، مدرک درجه دو اینقدر، مدرک درجه سه اینقدر، مدرک درجه یک اینقدر، ولی خودشون اصلا کاسبی دارن. همه فدراسیون ها رو نگاه کنید ببینید دست کیا هست، کیا دارن این فدراسیون ها رو اداره میکنن. یارو اصلا طول عرض زمین ورزش رو نمیدونه، همه عمرش پاش به توپ نخورده، رئیس فدراسیونه. یه مش عرازل او باش، حکومت حکومت عرازل او باشه. و بعد ما آخرین لینک رو میبینیم، شماره 9، نصب پرچم شیر و خورشید توسط سربازان راستین میهن، شماره 9 لطفا. رفتن این فرقه بدکاره به تای چا جاوید شاه و شخ شاه، ایما جوانی لکرماشان، ایما شیره لکرد، تا آخرین نفس مان ارای آزادی ایران عزیز تلاش کرد و ایوا کرده عزیز درخواست کم تا آخرین نفس دان و اعتصابات و اعتراضات سراسری حمایت بکن. همه فرزندان ایرانی، نه به جمهوری اسلامی. بله، درود به سربازان راستین میهن، درود بر جوانان شجاع کرمانشاهان. همیهن، از هر تجمعی معلم، کشاورز، کارگر، فرقی نمی کنه، مال باخته، راننده، هر تجمعی که تشکیل میشه، همه شما اگر واقعا به دنبال آزادی هستید، اگر واقعا به دنبال آرامش هستید، اگر واقعا به دنبال آینده هستید برای خودتون و برای فرزندانتون، حمایت کنید، بیایید و با قدرت بمانید در خیابان و رحم نکنید، آرامش رو از عناصر حکومت بگیرید. همین باز تکرار میکنم، به جز ارزاق عمومی برای هیچ چیزی هزینه نکنید. اینها هیچ هزینه‌ای براتون نداره، نه میگیرنتون، نه زندان میرید، نه میخواید شعار بدید. هزینه نکنید، پول آب و برق رو پرداخت نکنید، دارتون نمیزنن، راه تنفس حکومت رو بایستی هر روز تنگتر و تنگتر کنید. اجازه بدید من یه دونه عکس هست بیارمش. ببینید، بودجه آموزش و پرورش 12% رشد داشته. شورای ائمه جمعه 180% رشد داشته. نشر آثار خمینی 126% رشد داشته. مؤسسه فرهنگی انقلاب 119% رشد داشته. تبلیغات اسلامی 106% رشد داشته. امر به معروف، یعنی همین فضولایی که تو خیابون هستن با تیک پاراشون کنید، 66% رشد داشته. آموزش پرورش هیچ. این شرایطی است که به وجود آوردن و دستشون مستقیم تو جیب شماست. پس هزینه نکنید هم میهن، به هیچ عنوان پولی پرداخت نکنید که به جیب دولت بره. آب، برق، گاز، خرید کردن، هیچ هیچ. چون هر ریال شما تنفس میده به این حکومت. اینها هیچ راه فراری ندارن، این حکومت سقوط کرده است، فقط باید بلند شد و این جنازه متعفن رو دفنش کرد. و این تنها خواست ملی و اراده شماست که میتونه این کار انجام بده با کمترین خسارات و کمترین تلفات.
در غیر این صورت خدمتتون عرض کردم، سالهاست دارم تکرار میکنم، مطمئن باشید چهار شبی که برمیگردم وضعتون از امروز خیلی بدتر خواهد بود، اما دو ماه دیگه وضعتون اسفناکتر از الان خواهد بود، خیلی وحشتناکتر از الان خواهد بود. یعنی هر روزی که این حکومت بمونه شما به سمت فاجعه دارید پیش میرید. نشست ها و ریزش زمین در ایران به تخت جمشید هم رسید، تخت جمشید هم پلگانش ترک خورد. همه چیز رو دارن نابود میکنن، هم میهن آمدن که نابود کنن. مأموریت اینها نابودی ایران، نسل کشی ایرانی، غارت ایران، که ثروت ایران از غنایم اسلام است. این اونو حرومزاده گور به گور شده گفت، کسی نشنید، اون موقع نخواستید بشنوید. اینها مأموریتشون نابودی ایران و در نهایت تجزیه ایرانه. رحم نکنید به این جماعت. انتظار میره که برای خیزش پیش رو میلیونی در کف خیابان باشید. بهانه جویی نکنید، بهانه نتراشید. همین هر روزی که میگذره وضعتون بدتر میشه. فکر نکن اگر امروز دخالت نکنی فردا وضعت بهتر میشه. نه، فردا وضعت از این 100 درجه بدتر خواهد شد. پس قبل از این که به نابودی مطلق برسی حرکت کن. تنها چیزی که ازتون میخوایم اینه که میلیونی بیاد کف خیابون، نه کاری بکنید نه اقدامی بکنید، فقط کف خیابون بمونید، باشید همونجا، بشینید زمین، بیستید ساکت، بقیه کارا رو ما انجام میدیم، سربازان راستین میان انجام میدیم، شما نگران هیچی نباشید. و مطمئن باشید ارتش به محضی که متوجه بشه و مطمئن بشه که شما ماندگاری در خیابان و کار رو میشه تموم کرد، این کار رو انجام میده، به کمک شما میاد. نیروی انتظامی به کمک شما میاد، بخش ریزشی با به کمک شما میاد. همه تون رو به خدای عاشق ایران میسپارم تا چهارشنبه، که میدانم وضعتون از امروز خیلی بدتر خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه، درود بر ارتش قهرمان ایران. سپاس.